بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین الهدات المهدیین الحجج المیامین و لعنت الله علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. امشب چون وقایعی چند نسبت به شب اول ربیع اتفاق افتاده، پیرامون همین وقایع حسب وقت و توفیق عرض ادب میکنیم. اولین مطلب این که در نیمه امشب جسد مطهر و بدن مقدس و نازنین خاتم الانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله المعصومین دفن شد. سه روز بدن شریفش رو زمین بود. مظلومیت اشرف کائنات و سید مخلوقات همین بس که در روز 28 صفر که حضرت به شهادت رسیدند بدن ماند و قسم کثیری از امتی که ادعای محبت و معرفت و خلوص رو نسبت به خاتم الانبیاء و المرسلین داشتند این بدن رو رها کردند، نه تشییعی، نه در تغسیل و تکفین و نه در نماز بر پیغمبر حاضر شدند. مفید علیه الرحمه می فرماید دو سوم از صحابه در نماز بر پیغمبرم حاضر نبودند و نشدند. در 28 صفر که حالا عنوان رحلت نیست، روایات کثیره هم داریم، ما منا، ما اهل بیت یا مقتول و یا مسموم، در کتب فریقین هم نقل شده که حالا از ران بزغاله ای بود که در خیبر مسموم کردن، بعضی از صحابه خوردن کور شدن، بعضی مردند، حضرت یه لقمه بیشتر نخوردند. بعد قضیه خیبر اون زن یهودیه این کارو کرد، اثر اون سم بدن شریفش رو رنجور و ضعیف، تب و سردرد و مشرف به ضعف و در 28 به شهادت رسید. بعضی از روایات در کتب تفسیر شیعه هم هست که دو تا از زنها اونها هم مسموم کردن حضرت رو. علی ای حال به شهادت رسیدن با سم نزد فریقین. در 24 صفر فرمود کاغذ و قلم بیارید بنویسم که لن تزلوا بعدی، اما تهمت زدن به اشرف مخلوقات. بعضیا گفتن قد قلبه الوجع، بعضیا گفتن الرجل لیهجر، بعضی عبارات انه لیهجر، ان الرجل لیهجر. تهمت هزیان دادن به اشرف کائنات و سید انبیاء و مرسلین برخلاف قرآن کریم که ما و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی مثل ما نیست صلوات الله علیه. فرمود قومو عنی، پاشید برید. سر صدا بلند شد و به نص کلام الله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. در 25 صفر فرمود، تکرار فرمود حدیث ثقلین او ثقلین رو،
که کتاب الله و عطرتی اهل بیتی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، به هفت عبارت این حدیث صحیح و بیشتر از 360 طریق. در 26 اسامه ابن زید رو فرستادند به سلشگری مسلمان ها برای جنگ با رومیان، اما خیلی از صحابه مخصوصا اون 3 نفر که بعد در کار واقع شدن مخالفت کردند. جوان بود اما کارآمد بود اسامه ابن زید، و پیغمبر خدا فرمود لعن الله من تخلف عن جیش الاسامه، اینها نرفتند. و مخصوص و معلوم و معرفی شد، معرف بود این ماجرا نزد همه که اینها تخلف کردند و در زمان حیات پیغمبر خدا مورد لعن اون حضرت واقع شدند، کسانی که از لشکر اسامه ابن زید تخلف کرد. در 27 من باز بلال از آن گفت، گفتن بعضی ها رفتن جای پیغمبر، مثل ابوبکر رفته بود برای نماز، حضرت آمد عباشو کشید، به ابن عباس و علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود زیر بغل هامو بگیرید. آوردند، رفت من جای خودش پیغمبر نماز خوند و فرمود نشسته خوند. فرمود جائز نیست بر کسی امام نشسته و مأموم ایستاده الا برای من و فرزندم حضرت مهدی علیه السلام. بعد باز فرمود که من معرفی کردم، بیان کردم. در 28 سفرم اون وقایع و پیغمبر خدا به شهادت رسید. 3 روز، این یک واقعه. واقعه دیگر امشب لیلت المبیته، شب اول ربیع، مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه به جای پیغمبر خدا در فراشش خوابید. حضرت هجرت فرمود از مکه به مدینه با بلدی که در مدینه بود، در مکه بود و راه رو یاد داشت، منتها اسم اون بلد هم ابوبکر بود، نه ابوبکر ابن ابو قحافه، بلد مردم مکه بود، اگرچه در کتب آمده، لذا کتاب نوشته شده صاحب النبی ابوبکر املا اون که بود. لذا یکی از کسانی در مدینه آمد به استقبال پیغمبر در کتب فریقین ابوبکر بود. ابوبکر، این ابوبکر ابن وائل یا ابوبکر دیگری که نام بلد مردم مکه بود، راه بلد کوه صحرا بود، ابوبکر ابن ابو قحافه به او گفت چون پیغمبر رو سالم آوردی به این طریق، زن و بچه منم از مکه بیار. من میگم این مدح نیست، اگر اونم باشه بگن از هما فلقار، اگر اونم باشه مذمت براش، چون آخر آیه لا تخف داره، خطاب لا تخف به صاحب قاره نه به نبی. امیر المؤمنین سلام الله علیه خوابی جای پیغمبر. کفار قریش گفتن اگر از یه قبیله کسی پیغمبر رو بکشه میان دنبال دم و عمراتش، اخذ به دم میکنن اون مطالب. حال چه کنیم؟ گفتن از هر قبیله یه نفر انتخاب کنید، حال با شمشیر یا نیزه، همه متفقین بکشیم پیغمبر متفقن. پارچه رو برداشتن، دیدن امیر المؤمنین سلام الله، البته بی ادبی کردن به صاحب ساحت مقدس ولایت. اما با همه احوال آقا مفرمد من هیچ کلامی در ذهنم نبود که آیا زنده میمانم یا نه، فقط میخواستم پیغمبر جان سلامت ببره و بره. پس اول این مطلب دفن پیغمبر نیمه امشب، دوم لیلة المبیت. البته
گمان نکنیم این یک لیله بود که مبید شد. در شعب در محاصره اقتصادی مسلمانان جناب ابو طالب سلام الله علیه هر شب چند بار جای پیغمبر خدا را عوض می کرد و امیر المؤمنین جوان رو سلام الله علیه جای پیغمبر می خوابند، خودش با شمشیر بالا سر پیغمبر در جای دیگه می شست مبادا جای حضرت رو پیدا کنند. در بعض شبها چهار بار، در بعض شبها بیشتر پسر جوان و اعز اولادش رو ابوالحسن سلام الله علیه به جای پیغمبر می خوابند. محاصره شب بیشتر از 2 سال بود، هر شب این مطلب بود، نه یک شب امیر المؤمنین جان فدایی کرده که خدا به ملائکه گفت ببینید، جبرئیل و میکائیل ببینید، من عمر یکی از شما رو مقدار بیشتر از دیگری میخوام قرار بدم، کدوم یکیتون میایین؟ شما که دوتا برادری دارید با هم؟ هیچ کدوم قائل نشدن. فرمود حالا به زمین نگاه کنید ببینید ابوالحسن سلام الله علیه چطور جانش رو فدا کرد. و من الناس تا آخر آیه مبارکه. مطلب دیگر امشب به قولی شهادت حضرت عسکری سلام الله علیه، اما سند معتبر شب 8. اما یقینا مطلب دیگر مسموم کردن حضرت عسکری سلام الله علیه در روز اول ربیع و شهادت حضرت در روز 8. موضوع دیگر اول ربیع امشب که نیمه شب بدن اشرف مخلوقات رو صلی الله علیه و آله و سلم دفن کردن، صبح اولین بار و اولین حجمه است به در منزل صاحب ولایت. 3 بار تا 6 رفتن به در منزل و بار 3 اون حجمه و آتش زدن و کشته شدن محسن سلام الله علیه و جسارت به سیدت النساء سلام الله علیها شده. این 2 روز چه خبر بود در مدینه؟ اینقدر پیغمبر مسلمان ها برای مسلمان ها بی ارزش بود، نستجیر بالله، جسم شریفشم نباید ادب بشه، 23 سال زحمت کشید، خار مغیلان سر راش ریختن، شکمبه و مشیمه شتر به سرش انداختن، در طائف اونقدر کتک زدن پیشانیش شکست، صورتش خونید شد، عبا دور گردن مبارکش بستن کشیدن که داشت بیهوش می شد. فرمود خدایا اگر من کشته بشم کسی تو رو عبادت نمی کنه. در احد پیشانیش شکستن، گاهی وقات 2 روز از گرسنگی سنگ به شکم مبارکش می بست. فرمود ما اوزی نبی به مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. 23 سال زحمت، روزهای آخر سفر رفت منبر، زیر بغلهاشو گرفتن. فرمود در این 23 سال نبوت من از شما اجر و مزدی خواستم؟ همه سراشون انداختن پایین. فرمود ارفعوا رؤوسکم، چون به ذهنشون اومده که یکی درهم هم بگیرن این 23 سال چه خواهد شد. فرمود ارفعوا رؤوسکم. آیه نازل شده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بر این رسالت اجر و مزدی نمیخوام مگر دوستی خانواده. دیدید که خوب دوستی کردن، سر نوش و 40 منزل بردن، بعد دخترش رو بین دیوار و در، دامادش رو علی ابن ابی طالب علیه السلام و وصی بلا فصلش رو
فرقشو در محراب شکافت. و شهید فی المحراب قد فرق السیف و خامته، و شهید فوق الجنازه قد شکت اکفانه به سهام. جنازه امام مجتبی علیه السلام هم تیر بارون کرد. و شهید چه کردن؟ رو نیزه سر رو بردن چلم. و شهید فی السجن موسی بن جعفر علیه السلام. از آثار مودت یه اشاره کنم، دوست داشتن تبعیت پیروی به نص قرآن. کسی رو دوست داری باید تبعیت کنی، گوش به فرمانش بده. چرا امت گوش ندادن به فرمان امیرالمؤمنین ابوالحسن علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ 72 روز، حالا ماه سفر اون سال 30 روزی بود یا 29 روزی، محرمش همینجور، ذی حجهش همینجور، 18 ذی الحجه قدیر واقع شد. 72 روز بعد آمدید در خانه دامادش رو آتش زدید. مدارک مال کتب فریقینه، این ادعای شیعه نیست، این کلام تاریخه. چه تاریخ اسلامی، چه مورخین دیگر. این از اجر رسالت بود. از آثار مودت یه اشاره گفتم، اینه که اسامی بچه‌هامون اسامی اهل بیت بگذاره. از آثار مودت مشکی پوشیدن در عذاب و مراسمات شد. اقامه مجالس جشن در قدیر و شعبان، در موالید، ولادت مولا الموالی امیر المؤمنین سلام الله علیه، اهل بیت، شعبان، سوم شعبان، سید الشهدا علیه السلام و دیگر معصوم. از آثار مودت شرکت در مجالس اهل بیت، جشن، سرور، چه برسه به حزن و مصیبت و محرمه. آثار مودت زیارت اعتاب عالیه ائمه سلام الله علیه. از آثار مودت انفاق برای اهل بیت و در طریق اهل بیت. یبذلون اموالهم و انفسهم لنا اولئک منا، نه آثار مودت. از آثار مودت اینه که از احوال زندگی این حضرات سلام الله علیهم ولو شناسنامه ای با خبر باشیم. از آثار مودت زیارت امامزادگان جلیل القدر، احترام به سادات بنی زهرا و بنی علی سلام الله علیهما، نه آثار مودت. عشق از آثار مودت بر مصائبشون، تباکی از آثار مودت، سرخه و عویل و بکا و ندبه، سینه زنی، تمام اینها از آثار مودت و دیگر شعائر. این مصیبت کجا بگه انسان این دردو؟ چرا رفتید تو سقیفه بدن پیغمبرتون رو لاقل دفن میکردید؟ ابن ابی الحدید هم نقل میکنه، دیگران هم نوشتن، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغام داد، غسل دارم میدم نیامدن، کفن دارم میکنم نیامدن، میخوایم نماز بخونیم نیامدن، گفتن میخوایم دفن کنیم، چه پیغام دادن؟ از طرف اون 3 نفر گفتن در کار مهمتری مشغولی، به کار مهمتری مشغولی. عجب، اونم چه کاری؟ انصار دارن میگن منا امیرون، مهاجرین میگن منا امیرون. به زد و خورد کشید، به حدی که بدویرا به هم گفتن، به حدی که سعد ابن عباده رو بدنش آوردن با سریر و تختی در اون جمع، افتادن به زد و خورد، پاشون رو سینه او گذاشتن، داشت میمرد، گفت ببرینم. گفتن میخوان با فلانی بیعت کنند، گفت برم در شهری زندگی کنم. تاریخ مال ما نیست، همه کتب اسلامی نوشته. سعد ابن عباده گفت برم در شهری زندگی کنم که در اون شهر سگان در اون شهر حکومت کنن،
بهتر از بمانم در جایی که فلانی و فلانی حکومت میکنن. خب ابن ابی الحدید چی میگه؟ میگه عایشه گفت نفهمیدم شوهرمو کی دفن کردن. در شب اول ربیع نیمه شب صدای معاول و بیل و کلنگ میآمد، کس فرستادم یا رفتم، دیدم ابوالحسن سلام الله علیه مثل امشبی داره با بیل خاک قبر پیغمبر رو هموار میکنه. نفهمید شوهرش رو کی دفن کرد. زن پیغمبر بیخبر از احوال دفن اونم خاتم الانبیاء والمرسلین، این مصیبت هست بر مسلمین. بدن رسول خدا روی زمین، الرضیع کل الرضیع من یوم الاثنین، اون سال روز دوشنبه بود پیغمبر به شهادت رسید. تمام مصائب ابن عباس هم داره، حضرت ام کلثوم هم سلام الله علیها در ورود به کوفه فرمود همه گرفتاری از اون روز دوشنبه شروع شد، چون پیغمبر در اون سالی که شهید شد روز دوشنبه بود در دنیا رفت. شب پیغمبر رو دفن کنن، صبح بیان. آماده کرده بودن، از فردا شروع شد. چه خبر؟ تاریخ رو ببینید کیا این کار کرد. از یک قبیله افراد متحد و شکل آوردن با چوب دستی های بلند، لباس های همرنگ و متحد و شکل، اینها ببرن مردم رو برای بیعت با کسانی که در سقیفه انتخاب شدن و هر کس نیاد با چوب تو صورت و دماغش بزنن. این رسم، این بیعته یا بیعت در قدیر. در قدیر چند تا رو کتک زدن، در قدیر چند تا رو ریسمان بستن بردن. جمعیت قدیر بیشتر بود یا مدینه؟ در قدیر از تمام ممالک بودن که در قدیر خم مسیل اهل یمن، مصر، اهل عراق و مردم مدینه جدا می شد. در قدیر زن و مرد بیعت کردن یا در سقیفه؟ در قدیر بود از تمام اقوام یا در سقیفه؟ در سقیفه تمام مردم مدینم نبودن، تمام صحابم نبودن، زنها که نیومدن بیعت کنن، افراد حوالی و دهات هم نیامدند. اما در قدیر مردها هم بیعت کردن، سه روز ابو بکر و عمر و عثمان هم بیعت کردن، عایشه و حفصه و ام سلمه و دیگران هم بودن. میگی زنها چجور بیعت کردن؟ یه پرده زدن، تشت آبی زیر پرده گذاشتن، مولانا امیر المؤمنین علیه السلام پشت پرده نشست، دستشو گذاشت تو تشت آب، زنها اون بره پرده میمدن، دست تو تشت آب میزدن، سلام به بیعت میکردن و بیعت میکردن به امیر بودن علی ابن ابی طالب علیه السلام و میرفتن. سه روز فرمود حاضرین به غایبین برسانن. در قدیر پیغمبر بود یا در سقیفه؟ در قدیر پیغمبر فرمود هنئونی هنئونی، بیاین به من تبریک بگید، یا در سقیفه؟ دنبال اون امورات رفتند و بعد بر این مطلب شد که بله، این مظلومیت بدن کسی که انقدر زحمت کشید برای هدایت خلق، امتها که دم از پیغمبر میزنند، ملل مختلف و امت اسلامی چرا روز رحلت رو به زبان بعضی، اما در کتب مخالفینم هست، کتب امام هست، شهادت پیغمبر رو یه تعظیم نمی کنن فرق مسلمین، فقط شیعه این مطلب رو تعظیم میکنه، زود نسبت شرک میدن؟ آیا نباید تکریم کرد از کسی که این همه زحمات رو متحمل شد؟ بدن رسول خدا روی زمین، کیا بودن اطراف بدن؟ حضرت صدیق سلام الله علیه، برقارگ میشه کم کنید یا خاموش کن، حضرت زهرا سلام الله علیها، حسنین علیهم السلام،
زینبین علیهم السلام. این مصیبت مصیبت بزرگیه، پدر رو، بدن پدر رو 3 روزه داره میبینه. البته قبل از شهادت فرمود دخترم اولین کسی که از خانوادم به من ملحق میشه شمایی. اما گریه یه مقداری کم شد که در این دنیا نماند و اولین نفرم همیشون بود. اما اینجا دیگه بدن پیغمبر خدا اگر 3 روز روی زمین بود رفقا، کسی بی ادبی به بدن دیگه نکرد، بی احترامی دور شد، اما زیر سایه بود دیگه. اینجا کسی لباس از تن پیغمبر زیر آفتاب در نیاورد دیگه. اگر پیغمبر خدا بدنش رو زمین بود، جلو زن و فرزندش نیامدن با شمشیر و نیزه و تیر. اگر بدن پیغمبر خدا رو زمین بود، دیگه کسی دامنش رو پرسنگ نکرد بر بدن مبارکش، نه آتش نزد فرد کنه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، جلو خواهرش یه وقت دید خواهر داره میاد با گوشه چشم خونالود صدای ضعیف صدا زد خواهرم ارجعی الی الفستاد و احفظی آل بیت رسول الله، برگرد به خیمه ها، از زن و بچه مراقبت کن. چرا؟ آخه شمر و بقیه داشتن وارد گوتی می شدن، میخواست خواهر نبیند چه می کنند. اما یا بقیت الله، اگر روی زمین بود بدن جدت خاتم الانبیاء والمرسلین، اما دیگه 10 نفر نعل تازه به اسبهاشون نزدند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته علیکم.